به نام خدا و سلام بر شما در این برنامه. شرط امارت اسلامی برای تعامل با جامعه جهانی. شیخ هبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی در پیام ایدیش خواهان روابط سیاسی و اقتصادی بر بنیاد قوانین اسلامی با جهان و ویژه کشورهای اسلامی شد. امارت اسلامی افغانستان با همه کشورها و خصوص کشورهای اسلامی خواهان روابط حسن و تعامل دوجانبه است و همچنان اطمینان به افغانستان در این راستا مکلفیت خود را بجا کرده. شریعت اسلامی چه چارچوبی را برای تعامل کشورها ترسیم کرده و آیا جهان آماده پذیرش این شرط است؟ اینجا در فراخبر. من شمس همانی هستم و مهمان فراخبر آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی هستند. آقای مجاهد سلام بر شما، بسیار خوش آمدین به فراخبر. تشکر، سلامت باشین. ما هم سلامت خدا بر شما و تمام بیننده های تلویزیون شما تقدیم میکنم. سپاسگزار شما آقای مجاهد. همطور که داشتیم، رهبر امارت اسلامی در پیام دیش یک بار دیگه میگه با جهان در چارچوب شریعت اسلامی روابط سیاسی و اقتصادی میخواهیم. منظور از تعامل در چارچوب شریعت چی است آقای مجاهد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر، سلامت باشین. ای که در پیام ایدی که امروز پخش شد، مثل ایدهای گذشته پیام های مختلف به جهت های مختلف ارسال شده، یک معمول بوده. و دومی که موضوع تعامل با دنیا و کشورها بسیار واضح هست و در چارچوب شریعت به این معنا که تا او حدی که افغانستان گنجایش آن را داره و شریعت اسلامی در افغانستان در بخش تعامل با کشورها اجازه میده، امارت اسلامی افغانستان به مو حد آمادگی خود را برای تعامل مثبت، سازنده و با اعتماد دار و یک چراغ سبز است برای کشورها که باید آنها هم این پیام را جدی بگیرند و در راستای تعامل با افغانستان دیگر از تعلل و چنان وقتکشی بپرهیزند. واضح نیست آقای مجاهد این موضوع که مثلا در چارچوب شریعت اسلامی ما میخواییم تعامل بکنیم، آیا همین مفکوره را کشورهای دیگر اسلامی به نظر شما داره؟ مثلا چارچوب شریعت اسلامی چی، مثلا اگر محورها را اشاره بکنیم، چی محورهایی را در نظر میگیره برای تعامل؟ ببینین، در تمام کشورها تعاملات کشورها به اساس قوانین مملکت و دیگر کشورها تنظیم میشه. یعنی اگر اروپا است، اگر آمریکا است، اگر دیگر کشورهای نزدیک است، اگر با در بین خود کدام تعاملات داره، به اساس قوانین مملکت خود که برای مملکتش ارزنده است، مهم است و تصویب شده، به مو اساس تعامل می‌کنه. در افغانستان چون یک حکومت اسلامی حاکم است، تمام قوانین مملکت شریعت اسلامی است. به اساس قانون شریعت اسلامی ما می‌خوایم تعاملات با دنیا داشته باشیم. مثلا شریعت اسلامی در تمام معاملات مشروع سازنده و موضوعات اقتصادی اجازه میده که یک حکومت اسلامی با کشورهای مختلف، اگر اسلامی باشه و غیر اسلامی، تعاملات خود را داشته باشند، خرید و فروش داشته باشند، معاملات داشته باشند، سرمایه‌گذاری داشته باشند، اعانه و همکاری داشته باشند، یک فضای اعتماد خوبی را به میان بیارند. همچنان تعاملات اسلامی هم است که خداد او نباشه، فریب نباشه و خلاف تعهدات گامی برداشته نشه. ما امی کارای تانیم بکنیم و جهان هم امی توقع را از ما داشته. بسش خیلی کلان است آقای مجاهد. کشورها بر اساس منافع خودشان روابط اقتصادی و سیاسی را با کشورها تا به امروز تأمین کرده، ولی ما برخی قوانین پذیرفته شده سوی کشورها را هم داریم که او در منشور سازمان ملل آمده. چقدر امارت اسلامی متعهد به منشور سازمان ملل است و آیا آنچه در منشور سازمان ملل آمده در روابط با کشورها، در برسمیت شناسی کشورها، امارت اسلامی آماده پذیرفتن او است؟ اول خود کار راجع میشه به سازمان ملل که آنها چقدر به اساس همون قوانینی که خودشان داره با افغانستان تعامل میکنن. فعلا افغانستان به هیچ قاعده و قانون ملل متحد پایبند و متحد نیست، به خاطر که آنها ما رو به رسمیت نشناختن و ما زیر چتر قوانین آنها قرار نداریم. یک
موضوع دومی است، تمام کشورهایی که عضویت سازمان ملل متحد را داره در اوجه بسیار تصریح کرده که قوانین بین المللی را تا حد را میپذیرند که به قوانین داخلی کشورها در تصادم قرار نگیره. مثلا آمریکاست، شما اگر دقیق مطالعه بکنید قانون اساسی خود را داره، در اوجه گفته شده که به منشور ملل متحد یا به قوانین ملل متحد تا او حد آنها پایبند هستند که به قانون اساسی آمریکا در تضاد قرار نگیره. پس ما هم این حیث کشور یک کشور اسلامی میتونیم این رو بگویم، ما پایبند قوانین بین‌المللی و یا قوانین متحد شده میتونیم تا او حدی که با شریعت اسلامی در تضاد قرار نگیریم. یعنی شریعت اسلامی برای ما یک آینه است که ما تا اونجا میتونیم روی تعامل بکنیم با کشورها و نیازها، ولی برای فعلا قوانین سازمان ملل متحد با امارات اسلامی افغانستان اعمال نمیشه، چون ما هنوز از طرف آنها به رسمیت شناخته نشدیم و زیر چتر قوانین آنها. درست. پس شریعت اسلامی در حال حاضر در افغانستان جایگاه قانون اساسی را داره، یعنی اگر در تعاملات متضاد با قوانین شرعی چیزی وجود داشته باشه قدم پیش مانده نخواهد شد. چون آقای مجاهد، نمیدانیم که آیا ما قوانین مثلا سیاست خارجی مدون داریم یا نداریم. خب بدون شک قانون اساسی هنوز مدون نشده. بدون شک شریعت اسلامی قانون افغانستان است. ما امارات اسلامی افغانستان زمانی که دست به مبارزه زده و شعارش همین بود که قوانین ما قانون اسلامی و شرعی است، چیزی که شریعت اسلامی توضیح داده و تشریح کرده در بعد سیاسی، در بعد اجتماعی، در بعد حقوقی، در بعد حکومتداری و همچنان پالیسی های داخلی و بیرونی امور ما پیش میبره. امارات اسلامی افغانستان مکلف است روی از او تعهداتی که در برابر خدای خود و در برابر مردم خود داری است که قوانین شرعی را پیاده می‌سازد. بدون شک شریعت قانون ماست و همون اساس ما میتونیم با دنیا تعامل بکنیم و پیش بریم. و این را باید یک اطمینان هم داشته باشیم که در قانون شریعت در تمام تعاملات دنیا که ما با کشور را داشته می باشیم صداقت اصل است، تعهد و پایبندی اصل است، وفاداری اصل است. از اون ناحیه باید ممالک با افغانستان بیشتر از دیگر کشورها اعتماد داشته باشه که قانون را شریعت عنوان کرده و به اساسی عقیده و مفکوره خود او را میپذیره و او را ملتزمه. ولی کشورها مخصوصا امریکا امارات اسلامی را متهم میسازه به عدم عملی شدن تعهداتی که داشته به جامعه بین الملل. خب موضوع تهمت است، یکی موضوع واقع بینانه است. بله. آنها در این راستا شاید برخورد عقدمندانه میکنند، یعنی به اساس کدام دلیلی یا سندی که قابل پذیرش و قناعت باشه حرف نزدن. آنها همیشه میخواین اعمال فشار بکنن به خاطر اثرگذاری سیاسی خود بالای کشورها، که افغانستان فعلا توی تعهدی که با مردم خود داره و خدای خود داره نمیتونه که از کدام زورگو یا کدام کشور مقتدر قسم پیروی بکنه که منافع خود را خدای نخواسته ترک بکنه یا استقلال زیر سوال بره یا آزادی زیر سوال. همونطوری که گفتن آقای مجاهد، امارت اسلامی یک نظام اسلامی است و قوانین اسلامی هم خط سرخ برای امارت اسلامی. در نظام اسلامی هم خب اصول اساسی وجود داره، مثلا در مورد سیاست خارجی اصول اساسی چی است در اسلام؟ آیا بر اساس همو پیش میره؟ مثلا وقتی میگه که ما سیاست متوازن، بی‌طرف و اقتصاد محور را پیش میبریم، آیا واقعا در سیاست خارجی اسلامی اصول اساسی هم اینا است؟ بدون شک به حالتی که افغانستان قرار داره شریعت اسلامی برای افغانستان حکم میکنه که با تمام کشورهایی که ما زیست داریم و منافع ما مشترک است و در جنگ هم قرار نداریم، در حالت صلح و در حالت تعهدات هستیم که بین هم باید داشته باشیم. در این حالت ما سری ما لازم میگرده که با کشورها ما باید تعهدات را عملی بسازیم که وعده آن را کرده ایم، همچنان ضرری را اجازه ندهیم که به دیگر کشورها از افغانستان صادر شوه یا متوجه شوه. در بخش اقتصادی تمام تعاملات اقتصادی داد و گرفت و تمام تعاملات را کرده میتونیم که به اساس شریعت به ما جواز داده شده و به اساس نیازمندی افغانستان، ضرورت افغانستان است. به از اساس بعد بیرونی سیاست خارجی را هم شریعت برای ما بسیار واضح و خوب تشریح کرده که اصل، بازم تکرار میکنم، صداقت در تعهدات، صداقت در تعاملات، تعهد با وعده هایی که سپرده شده و پایبندی به امو اصول و پرینسیپ هایی است که بین دو کشور
وجود داره و پذیرفته شده. آقای مجاهد، هدفتان از فعلند است یا در کل مثلا در کجای شریعت اسلامی یا اصول اساسی در روابط خارجی آمده که شما باید سیاست بی‌طرف را در برابر همه کشورها، چه اسلامی چه غیر اسلامی، بگیرین؟ و در کجا آمده که شما مثلا متوازن سیاست برخورد، سیاست متوازن داشته باشین؟ این آمده چون شریعت اسلامی در فقه اسلامی یک بحث داریم که تعاملات با کشورها تو سه قسم است. یکی کشورهای اسلامی است که ما با تعاملات برادرانه داشته باشیم. بله. در اونجا تسهیلات بیشتر است. یکی کشورهایی است که کشورهای اسلامی نیستن ولی ما با آنها تعاملات خود را تشریع میکنیم. یکی موالات است، یکی مدارات است، یکی معاملات است. بله. در بخش موالات ما پیشرفته نمیتونیم. قانون فقهی است که ما نمیتونیم باورهای آنها را بپذیریم یا اسم مداخله آنها را بپذیریم که به عقاید ما، به دین ما، ورزشای ما زیان وارد میکنه. ایران نمیتونه. ولی دو بخش دیگر ما میتونیم، مدارات هم میتونیم، معاملات هم میتونیم. مدارات به این معنی است که ما میتونیم از آنها در مراسمشان شرکت بکنیم، از آنها اگر کدام مصیبت عاید حالشان میشه همکاری بکنیم، امراشان را بر روحی اساس بشری و همکاری انسانی. یا در بخش های دیگری مثل محیط زیست از تبس و تجارت از دیگر. معاملات هم کرده میتونیم. مثلا ما میتونیم بر سرمایه‌گذاران آنها اجازه بدیم در افغانستان بین سرمایه‌گذاری بکنن، ما بریم در اون کشور سرمایه‌گذاری بکنیم، یا تجارت دو کشوری داشته باشیم، منافع مشترک داشته باشیم، ستود و گرفت داشته باشیم. این ما گنجایش داریم و این بمو اساس فرمول فقهی است که هم مدارات را اجازه میده به کشورها و هم معاملات را اجازه. بله. و با این اساس آقای مجاهد، برای امارت اسلامی وقتی خط سرخ باشه شریعت اسلامی، شما فکر میکنین که ما در شرایط قرار داریم که شرط بگذاریم به کشورها که اگر مثلا در این چارچوب میخواین با ما تعامل بکنین، اگر نمیخواین ما اجازه نمیتیم؟ از طرف دیگه آیا وجود داره کشوری که نپذیره یا خلاف آموزه های دینی تعامل بخواه؟ یکی خب ما با کشورهای دیگر کار ندارم، چون جغرافیای ما، مبارزه ما، تاریخ ما، هر چیز ما ممایز با دیگر بوده. نمیتونه خود قیاس بکنه با کشوری الف و ب، چون مردم افغانستان برای اسلام و شریعت التزامی به خصوص خود دارن. دوم، بله، ما در شرایط هستیم که باید شرط بگذاریم، نمیتونیم بعضی چیزا را برگزار کنیم. ما در عزیز کدره در شرایط بسیار بدیم قرار داشتیم، در حالت قرار داشتیم که تمام دنیا آمده بود اشغال نظامی در افغانستان داشتن، فضای ما را هم تصفیه کرده بودن، زمین ما را هم تصفیه کرده، ولی بازم ما از خطوط سرخ خود نگذاشتیم. فعلا وضعیت بسیار خوب است که میتوانستیم اشغال را برانیم، کشور آزاد باشه، استقلال داشته باشیم، تا حد امکانات داشته باشیم و بتانیم عرابه حکومتداری را پیش ببریم. در این حالت بدون شک میتونیم که ما شرط بگذاریم و هم به خطوط سرخ خود تعریف بکنیم که از اون نمیتونیم ترکو کنیم. آقای مجاهد، شما خب در جریان هستین، در مدت نزدیک به 3 سال که از حاکمیت امارت اسلامی میگذره، چقدر اصول اسلامی که در نظر گرفته شده باعث شده که کشورها واقعا قدم پیش نگذاره برای رسمیت شناسی امارت اسلامی؟ یعنی آیا واقعا مانع است موضوع اسلام یا نه؟ ما فکر میکنیم که باید نباشه مانع، چون شاید کشورها یا جهتهای مختلف از اسلام معلومات درستتر نداشته باشن، اگر کسی دیره به دیده شک بنگره. اگر اسلام را کسی به خود خطر بنگره نادرست است. اگر قوانین شرعی را کدام چیزی تلقی کنه که برای ازوا منفعتشان در ضرر است، نادرست است. این ذهنیت باید تغییر بکنه. ولی متاسفانه که کشورهای غربی به خصوص کشورهای که در افغانستان شکست خوردن، آنها بله اساسیت خود را با اسلام سیاسی دارن. یعنی اینها تا حال را آمده نیستن که اسلام را من حیث یک ارگان سیاسی و رسمی بپذیرن، ولی این را باید بپذیرن، چون افغانستان فعلا حکومت را داره و ثابت ساخته که ضرری برای کدام کشور دیگر در اینجا وجود ندارد. و مفکوره ای که آنها باز اسلام سیاسی در تضاد قرار میگیرند یا او را به خود خطر تلقی میکنند، از اون مفکره باید بگردند، چون امارت اسلامی بارها تعهد کرد، بارها تصریح کرده که ما اجازه نمیدیم افغانستان برای کسی ضرری باشه، ما برای کسی دیگر ضرری نیستیم، ما همچنان اجازه نمیدیم خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده شود. اگر تشویش های امنیتی باشه و تشویش های از این ناحیه داشته باشن، خوب باید مرفوع گردند. اگر موضوعی باشه که آنها باید تسخیر بکنه افغانستان را، یک نوع زیر سایه سیاسی خود داشته باشه، استقلال افغانستان را زیر سوال قرار بدن، او شرایطی است که ما او را نمیپذیریم و به خاطر او زیاد مبارزه شده، قربانی داده شده، باید هم نپذیریم.
ولی آقای مجاهد ناشنا نیست برای جهان نظام سیاسی اسلامی. اسلام هم چیز تازه نیست، کشورهای اسلامی دیگر هم وجود داره. مشکل در کجاست مثلا با این دیدی که در افغانستان به اسلام نگاه میشه و امارت اسلامی نگاه میکنه متفاوت است نسبت به کشورهای اسلامی دیگر؟ چطور میشه که به هر حال این مفکوره را هم به افکار آمد در سطح جهان قبولان که این دین وحشت نیست یا این رویکرد نیست که به ضرر کسی باشه و این رویکرد وحدت است؟ من نظری من شاید بخاطر زیر ضربین آنها باشه یک نوع در موردش شک داشته باشند که امارت اسلامی افغانستان از راه مبارزه نظامی به میان آمد و مبارزه نظامی چیزی بود که بعضی از کشورهای که اینجا یورش آورده بودن آنها در از نتیجه اون شکست خود در برابرش به زانو در آمد. طبعا با او حالت عقده ای هم داره، دیرم باید ما فراموش نکنیم. و دومی که حالت انقلابی طبعا هست، حالت نظامی یک بارگی به حالت سیاسی تحول پیدا کرد. این حالت تا یک وقت شاید آنها در نگاه شک بنگرد که بعدا ما باور داریم که شاید این شکوکشان آهسته آهسته از بین بره. مثلا بعضی از کشورهای نزدیک ما داریم که کشورهای اسلامی نیستن ولی با ما تعامل بسیار مثبت خوبی دارند، جمله کشور چین، چون آنها درک کردند که واقعا امارت اسلامی افغانستان یک حقیقت است و قوانینی که داره مربوط به کشورشان است، ولی در تعامل با چین و کشورهای دیگری هم همچو چین تعاملات صادقانه دارند، زمین اساس روابط دیپلماتیک هستند و چند با موضوعات تجارتی و اقتصادی صادقانه پیش میرن و درک کردن. از او خاطر تعاملشان هم نسبت به کشورهای غربی متفاوت است. ما تلاش میکنیم یا باور داریم و به این امید هستیم که روزی برسه که کشورهای دیگری هم که هنوز در فاصله قرار دارن یا به نگاه شک میگرن به موضوع، چون حالت نظامی را در ذهن خود دارن، حالت تغییر کرده و تحول آمده به حالت سیاسی، باید این دید جداگانه و نوی را از خود کنند در برابر امارت اسلامی و وارد تعامل شد و بعدا ببینند که امارت اسلامی چقدر میتونه صادقانه با آنها پیش بره، متحدانه پیش بره و هم با او ممالک نفعی پالیسی میرسه و هم افغانستان را در حالت قرار میده و حفظ میکنه که مداخلات امور داخل افغانستان دیگر وجود نداشته باشه. بسیار خوب آقای مجاهد، اجازه بدید چند فکت دیگر هم دار از پیام دی رهبر امارت اسلامی شما را وارد یقل بپرسیم. در یک بخش آمده که رهبر امارت اسلامی گفته که ما تمامی کارها را که مسئولیتش از ما بوده او را پیش بردیم، حال دیگه مسئولیت از دیگران است. چی کارهایی را امارت اسلامی انجام داده و کشورها چی باید بکنه؟ بله، در بخش روابط بیرونی امارات اسلامی افغانستان چیزی که در توان بود، بازم تکرار میکنم، چیزی که گنجایش قانونی داشتیم از لحاظ شریعت اسلامی، او کارهایی را ما انجام دادیم. یعنی تعهدات را با آنها داشتیم، توارد و وفاداری صورت گرفت، از افغانستان به کسی زیان و ضرری متوجه نشده. در بخش اقتصاد و در بخش سرمایه‌گذاری، در بخش رابط دیپلماتیک و سفارتخانه ها و کنسولگری ها دعوت داده شده و کسی که اینجا فعال هستند از آنها خوب میمونه شده و آنها هستند، تعاملات ما پیش رفته، قابل اعتماد شده. یعنی ما کار خود را انجام دادیم. کشورهایی که هنوز باقی مانده در این راستا یا حاضر نیستند در میدان یا به نگاه شک مینگرند موضوع را، آنها از وظیفه دارند که باید تعامل بکنند و بیاین به یک فایده که هم به نفع مردم افغانستان و افغانستان است هم به نفع ما کشور تمام. بله، در مورد حقوق شهروندان هم گفته حقوق تمام اتباعی افغانستان تامین است، اما منتقدان آقای مجاهد میگه این به معنای نادیده گرفتن نیمی از پیکر جامعه است. بله، اونجا در پیام ایدی آمده که حقوق شرعی مردم در نظر گرفته شده. چیزی که توان امارت اسلامی افغانستان است، حقوق شرعی مردم بدون شک در نظر گرفته میشه و این معنی است که امنیت حق مردم است، ثبات حق مردم است، خدمات ارائه کردن از طرف ارگان ها حق مردم است، همچنان رسیدن دسترسی مردم به محاکم در وقت منازعات، در وقت دعوا، در وقت بعضی موضوعاتی که برشان پیش میاد و حق گرفتن از دست ظالم به مظلوم و همچنان عدالت کردن در بین دو فریق که با هم مخاصمت داره، این عدالت است و این تامین است و ما باوری هستیم که روز به روز در این راستا انشاءالله پیش بریم. ولی اینجا باید یادآوری بکنیم که تمام حقوق مردم شاید داده نشده باشه و این علتش نیست که امارت اسلامی افغانستان نخواسته، بلکه بعضی مشکلات و موانع و موضوعات اقتصادی و اجتماعی پیش آمده که نتانستیم در بعضی موضوعات هنوز پیش بریم که یک عذر است، یک برنامه درش وجود داره که باید پیش بریم در مورد.
بسیار خوب. ولی در مورد عدالت وقتی گفته میشه آقای مجاهد مکتوب بیرون داده شد که کارمندان زن در نهادهای حکومتی 5000 افغانی مثلا معاش میگیره، دیگر مردا مثلا شما اگر یک شفاخانه یک دکتر را ببینید اگر او زن باشه 5000 افغانی میگیره، ولی اگر مرد باشه به عنوان مثال 20000 افغانی، کجایش میگه عدالت است؟ ولی را ما تال را جزئیات زیر دقیق نشده ایم که چی است، ولی در عموم میگیم که حکومت خو من حیث یک دستگاه کار نمی‌کنه، یک حکومت یا یک نظام صلاحیت زیر داره که به کدام مامور خود چقدر معاش میده و به کدام دیگر چی چقدر معاش میده. چون اگر ما با یک شرکت مراجعه میکنیم، با یک تجارت مراجعه میکنیم، معاشات مختلف رو میبینیم در دید معامله. من مطمئن نیستم که چقدر درست است تا به حال و به کدام ملحوظ تطبیق میشه، ولی بازم اگر در رأس بگردیم، اگر این حکم این باشه سری ما چیزی که لازم میشه یه است که ما مجبور اطاعت بکنیم، چون و با صلاحیت دارن کسی را چقدر به معاش من برشان میتوال کسی را چقدر، یعنی صلاحیت های یک امیری مسلمان. درست. و این صلاحیت ها عدالت هم زیر پای نمیکنه؟ طبعا که صلاحیت شد و عدالت هم از دو، یعنی اگر ما بریم در تجارت خانه با کسی کار میکنیم، یک کسی در ردیف بلند است یک معاش بگیره، یک کسی در حالت متفاوت قرار بگیره، ما نمیتونیم بگیم که او عدالت او یک تعامل است. حکومت هم دستگاه حکومتی هم ما نمیتونیم که تمام 20 میلیون زن اگر افغانستان داره تمامش ما از افغانستان حکومت معاش بده، وقتی که نمیتونیم بگیم که عدالت نیست. طبعا دستگاه حکومتی به اساس نیاز خود تصمیم میگیره، ولی بازم من تکرار میکنم که چیزی هست که جزئیات دقیق رو داره به خود. بسیار خوب. در مورد این موضوع هم آمده آقای مجاهد که امارت اسلامی به حقوق یتیمان، بیوزنان، معلولین و فقرا و کمک به آنها قویا متعهد است. اما یک چیزی که اشاره نشده، هر روز ما میبینیم متقاعدین به جاده ها میبرایند و خواستار پرداخت حقوقشان میشه. صدا اینا چرا شنیده نمیشه؟ از یتیمان شنیده میشه، از فقرا شنیده میشه، ولی از اینا که میگه حق ماست نمیشه. ولی موضوع هم زیر بحث قرار داره، ولی چیزی که واضح است ما میبینیم که یتیما را چقدر که امارت اسلامی توان داره برش رسیدگی صورت گرفته و معلولین صورت گرفته و موارثین شهدا صورت گرفته و همچنان حتی مساکین و گدایگرانی که روی سرک بودن به آنها هم رسیدگی صورت گرفته تا حدی که امکانات وجود داشت. و در اوقات مختلف اگر زلزله آمده، اگر سیلاب آمده، اگر مهاجرین آمدن، هم برش امارت اسلامی افغانستان با تمام امکاناتی که در دست داشته شتافته. ولی یکی بخش از متقاعدین که حالا را ماندن باید برش رسیدگی صورت بگیره و نمیفهم که کجای زوان باقی مانده که به واسطه پیشرفت نمونده. یک بخش دیگر آقای مجاهد که خیلی مهم است، نمیدونم که چقدر مثلا باید مردم آگاه باشه یا نباشه از شفافیت بودجه، مثلا بودجه ملی مردم نمیدونه چقدر است، چگونه مثلا تقسیم میشه، مثلا وزارت دفاع چقدر بودجه داره، وزارت داخله چقدر بودجه داره. این موارد گنگ است، مبهم است. حق حکومت سرپرست است که مردم ندونه و این را باید پنهان باشه، یا باید شفافیت وجود داشته باشه؟ نه خیر، شفافیت یک چیز است و اعلان موضوع یا عدم اعلانش چیزی دیگر است. شفافیت ما اطمینان میتیم به مردم که در یک حبه از بیت المال هم اگر مصرف میشه یا به دست میه در اون شفافیت هم وجود داره. اگر کدام وقتی محاسبه شد انشالله اندلا هم با محاسبه مسئولین حاضر هستن و اگر صرف کدام ارگان حکومتی یا کدام از طرف مردم هم خواسته شد تشریحات داده شده میتونه. ولی یکی است که منافع اقتصادی افغانستان فعلا ایجاب میکنه که بعضی موضوعات عقب اعلان باشد یا اعلان نشد، چون متاسفانه ما بعضی از جهت ها را داریم که نظام میخواهند منافع اقتصادی ما را ضربه برسانند و همچنان هنوزم حیران هستند که چرا حکومت داری در افغانستان حالت حرکت است، چرا معاشات به وقتش میرسه یا چرا بعضی پروژه های اقتصادی که مصاری فعلا گفته ضرورت دارن چطور پیش میره. یعنی ما در حالت مبارزه قرار داریم، هنوز هم بدخواه ها تلاش از دارن که بخش های منابع اقتصادی ما را متضرر بسازن. از اون خاطر منفعت مردم افغانستان ایجاد میکنه که بعضی موضوعات از دید یا از اعلان عامه محفوظ باشه به خاطر نفع مردم و کشور. منابع خوب حداقل داخلی است دیگه که دستشان نمیرسه مانشان. بدون شک منابع داخلی است، ولی بازم میتونه با موانع ایجاد. آقای مجاهد در مورد دسیسه دشمنان هم گفته باید کار جدی صورت بگیره، دسیسه وجود داره که اتا اگر بگوین؟
بدون شک بعضی از دسته ها رو ما در بخش های امنیتی گاهی میبینیم، بعضی موقعات بعضی از جهات ها تحریک میشن به خاطر برپا کردن آشوب، ولی ما باید متوجه باشیم هم نیروهای امنیتی و تمام افغان که باز افغانستان دستخوش دسته ها میشن. بسیار زیاد تشکر آقای ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، از حضورتان در فراخبر. و از شما بیننده ها هم سپاسگزارم. پایان برنامه.